سلام به همه دوستای خوبم در آترین، من محمد حسین شبانی هستم. موقع ویرایش یک پورتری یکی از بحث‌های اصلی ما اصلاح پوست هست. زمانی که ما داریم کار بیوتی انجام میدیم، میخوایم یه مقداری پوست رو سافت بکنیم. فرض کنید که این کار رو با فیلتری مثل گازیان بلر میخوایم انجام بدیم. مشکلی که معمولا برای ما پیش میاد اینه که ما تکسچر و بافت پوست رو از دست میدیم و در نتیجه مقداری تصویرمون مصنوعی به نظر میرسه. پس اگر من بتونم تکنیکی رو اجرا بکنم که این دوتا موضوع رو از همدیگه جدا بکنم، یعنی تکسچر پوست رو توی یک لایه داشته باشم و سافت شدن پوست رو توی یک لایه دیگه، هم میتونم یه کنترل خیلی خوبی روی این دوتا موضوع داشته باشم، همین که این مشکل رو حل بکنم. بریم با همدیگه نگاهی بندازیم به این تکنیک. کارم رو شروع میکنم، دو بار کنترل جی یا کامند جی رو میزنم، در واقع دوتا کپی میخوام از لایه بک‌گراندم، لایه بالایی اسمش رو تغییر میدم به تکسچر و لایه پایینی رو هم اسمش رو تغییر میدم به سافت اسکین، یا حالا هر چیزی که شما دوست دارید فرقی نمیکنه. مهم اینه که توی لایه بالایی ما تکسچر پوست رو میخوایم و توی لایه پایینی میخوایم پوست رو سافت بکنیم. روی لایه تکسچر قرار میگیرم، میرم سراغ فیلترها و فیلتر های پاس رو اینجا انتخاب میکنم. اینجا عدد ریدیوس رو به حدی بالا ببرید که بتونید تکسچر پوست رو ببینید. حالا برای این عکس من 4 پیکسل رو اینجا انتخاب میکنم و اوکی میکنم. بلندینگ مود لایه‌ام رو از نرمال تغییر میدم به اورلی. حالا میرم سراغ لایه سافت اسکین. میخوام لایه‌ام رو تبدیل کنم به یک اسمارت آبجکت، پس روش یه راست کلیک میکنم و کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنم. دوباره میرم سراغ فیلترها، در زیر مجموعه فیلترهای بلر، گازیان بلر رو انتخاب میکنم. اینکه چقدر پوست سافت بشه بستگی داره به تصویر و سلیقه شما. من اینجا برای این عکس حدود همون 7 پیکسل رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. ما الان این دو تا لایه رو به صورت مجزا داریم، یکیش تکسچر پوسته که اینجا داریم میبینیمش، یکیش هم در واقع سافت کردن پوسته که اینجا داریمش. حالا میخوایم فقط این دو تا لایه رو روی صورت مدلمون داشته باشیم. خیلی راحت میتونیم این دو تا لایه رو انتخاب کنیم. کنترل جی یا کامند جی رو بزنیم برای اینکه اونها رو توی یه گروه جدید داشته باشیم. حالا اسم گروه هم رو هم تغییر میدم به اسکین. اوکی میکنم. آلت یا آپشن رو نگه میدارم، روی ماسک کلیک میکنم برای اینکه یک لیر ماسک مشکی داشته باشم. دی رو میزنم روی کیبورد برای اینکه ابزار براش به حالت انتخاب در بیاد. با رنگ سفید شروع میکنم، قسمت هایی که مد نظرم هست رو برمیگردونم. حالا اینجاها رو سعی میکنم خیلی سریع برگردونم. شما میتونید یه مقداری دقیق تر هم این کار رو انجام بدید که به نتیجه بهتری هم برسید. برای این کار اگر قلم روی داشته باشید یه مقداری میتونید سریع تر و دقیق تر به نتیجه برسید. خب حالا تقریبا همین حد کافیه. اگه بخواید ببینید لیر ماسکتون توی چه وضعیتیه، میتونید Alt یا Option رو نگه دارید، روی ماسک لایه‌تون کلیک بکنید و اگه حالا قسمتی جا مونده میتونید اون رو برگردونید، یا با رنگ مشکی ایکس رو بزنیم قسمت هایی که لازم هست رو مجددا حذف کنیم. حالا آلتی آپشن رو دوباره نگه میدارم، روی ماسک لایه‌ام کلیک میکنم برای اینکه برگردم به حالت قبلی. حالا نکته ای که وجود داره اینه که ما توی این گروه اسکین یه لایه تکسچر داریم که تکسچر پوسته، ولی یه لایه داریم که توش پوست رو صاف کردیم. میتونیم اینجا دبل کلیک کنیم روی گازیان بلر، برگردیم، حالا به طور مثال یه مقدار کمتر کنیم، بیشتر کنیم، هر اتفاقی که می‌خوایم برای گازیان بلر بیفته اینجا تعیین بکنیم و اوکی بکنیم. میتونیم اپاسیتیش رو کمتر بکنیم، همینطور میتونیم روی تکسچر کار بکنیم. یه مقداری من تکسچرها رو اپاسیتیشون رو کمتر میکنم. ببینید الان در عین حال که ما پوست رو سافت کردیم ولی تکسچرها هنوز وجود دارن. اگه من زوم بکنم اینجا به خوبی میتونیم تکسچرها رو ببینیم. علاوه بر این میتونیم به طور مجزا روی لایه تکسچر کار بکنیم. ابزار کلون استمپ رو برمیدارم و فقط دقت کنید برای اینکه بتونیم فقط روی لایه تکسچر کار بکنیم، سمپل رو من میذارم روی حالت کارنت لایه. اینجا میتونم آلت یا آپشن رو نگه دارم، سورس بگیرم و این لکه ها رو به طور مثال حذف کنم که مربوط میشن به تکسچر پوست، و این کار میتونم برای کل صورت مدلم خیلی راحت انجام بدم و تکسچر رو هم به این شکل اصلاح بکنم. در نهایت هم میتونم اپاسیتی کل گروه رو یه مقداری کمتر بکنم، حالا فرضاً بذارمش روی 75%، 77%، خیلی فرقی نمیکنه، تا از این حالت، از این تصویر بتونم
به این تصویر برسم و در عین حال که تکسچر پوستم حفظ شده پوست رو سافت بکنم. مرسی از دوستان عزیزم، امیدوارم که بتونید از این آموزش توی کارهاتون استفاده بکنید.